اما خیانت با اطاعت متفاوت است. هتایون ریاهی، بازیگر نقش سریال زلیخا و یوسف پیامبر که بیش از 90 کشور دنیا نشون داده شده، به محبوبیت جهانی میرسه. داستان عشق زلیخا و یوسف بر سر زبان‌ها میفته و رقابت شدید یوسف با همسرش مسعود بهبهانی به جریان میفته. بگذاریم، او کار خودش رو با نوشتن داستان برای کودکان شروع میکنه و خیلی زود در نقش فیلم ها ظاهر میشه. برای شنیدن سرگذشت زلیخای ایران با شاهبانو همراه باشید. سپاسگزارم. تتایون ریاهی در سال 91 مؤسسه خیریه‌ای با هدف کمک به کودکان ناشنوای مادرزادی که نیازمند جراحی کاشت حلزونی گوش بودند تأسیس کرده است که تا به امروز بخش قابل توجهی از هزینه های درمان این کودکان را می‌پردازد. تتایون ریاهی در روز 10 دی ماه سال 1340 در تهران به دنیا میاد. او تحصیلات خودش رو در رشته کارشناسی ادبیات و انسانشناسی به پایان میرسونه. تنها برادر اون علیرضا ریاهی نیز در صنعت سینما مشغول به کاره. کتایون در یک خانواده هنردوست پرورش پیدا میکنه. پدرش اردشیر ریاهی اهل گیلانه و یک پزشک ارتوپده. فعالیت خودش رو در بیمارستان چمران شیراز به سر میبره و مادرش گیتی ریاهی اهل شیراز در زمینه طراحی لباس کار میکنه. اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو هم به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. این بانوی هنرمند کشورمون با بازی در سریال پدرسالار شناخته میشه و بعد از اون با بازی در مجموعه روزهای زندگی، سپس با بازی در سریال پس از باران و شب دهم به شهرت زیادی دست پیدا میکنه. کتایون ریاهی، این بازیگر 58 ساله در بسیاری از فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی ایرانی به ایفای نقش می‌پردازد. وی با بازی نقش زلیخا در مجموعه تلویزیونی معروف و بین‌المللی حضرت یوسف پیامبر که در بیش از 90 کشور دنیا نشون داده شده به محبوبیت جهانی می‌رسد. شما از من چه می‌خواهید؟ من از تو را می‌خواهم. سوال ها به من محبت کرده و در اولین سالهای فعالیت کتایون ریاهی کار خودش رو با نوشتن داستان برای کودکان آغاز میکنه و خیلی زود پس از اون در نقشای فیلم ظاهر میشه. او اکنون با داشتن تلفیقی از نمایشنامه ها و همچنین یک کتاب داستان برای کودکان به دنیای نویسندگی بازگشته است. با من همراه باشید و با بازی در فیلم شام آخر، یکی از مهمترین بازی‌های دوران کاری خودش رو در عرصه سینما رقم می‌زنه و برای حضور در این فیلم نیز نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر از جشنواره فیلم فجر میشه. پس از مدت‌ها در سال 95 مصاحبهش با رامبد جوان در برنامه خندوانه اعلام کرد که اگر پیشنهادی بتونه نظرم رو جلب کنه دوباره به رسانه برمیگردم. اکنون وی اکثر اوقات خودش رو درگیر تلاش‌های بشر دوستانه کرد و یک بنیاد خیریه به نام کیش مهر کتایون یا به اختصار کمک راه اندازی کرده.
فعالیت اصلی که در این مؤسسه خیریه صورت میگیره به کودکانی برمیگرده که دچار ناشنوایی مادرزادی هستند و در اینجا عمل کاشت حلزون بر روی اونها انجام میشه. کتایون ریاهی همچنان به دنبال انجام پروژه های نویسندگی و خیریه هاست.